شما ببینین که به هزارها نفر می رود، به کجا می رو؟ مزار شریف می رو. اوجا چی گفت هستن؟ نورود هستن. اوجا برو از تاجکستان رقاصه های فاحشه را بیار و در اوجا برقصانش و نامش هم چی بگذار؟ میله گل سرخ بگذار. ای کلش به نام دین می شود. در اوجا به نام دین انسانای خرافی، انسانایی که دین نمیشناسد، ملاهای خود فروخته در اوجا به نام جنده بالا استاد می شود. نمیشن بر استاد؟ بر استاد می شود. جالبش ای است که یک وزارت سکتوری، وزارت حج و اوقاف، باید یک نماینده شجاع برود. حکومت برای مراسم اسلامی باید رخصتی بکنه. برای مراسم یا میگه یه عید نیست، این کس به سبقه دینی نمیبینه. حکومت رخصتی نکده؟ رخصتی برای امر معظم میشه یا امر حقیر؟ روزی نوروز خود روزی طبیعی سال است، او خود حرام نیست، او حرام میشه، او خود یک زمان است، الله متعال تعیین کرده و ترتیب آمده رو است. از تو سوال دارم جناب، بزرگ داشت تجلیل چی را میگه؟ عزت دادن، بزرگ داشتن امروز، بزرگ داشتن امر معنوی است، در عقیده تعلق داره، من نیت و قصد بزرگ بدارم، توسط چی معلوم میشه؟ اعمال. کدام عمل؟ کالای نو پوشیدی، غسل کردی، میوه گرفتی، در کو برآمدی، در جای میله رفتی، به یکی دیگه تبریک گفتی، گل دادی، این همی بزرگ داشت است. میگه نه، یکی نوروز است، یکی اعمالی که در روزی نوروز میشه، او گناه است. در روزی نوروز هم گناه است، در روزی غیر نوروز هم، بله، اعمال گناه را خود ما تو میگه دزدی، قمار، بگه اختلاط مردوزن، نعوذ بالله، ای گپا کلش حرام است، هر وقت حرام است. اما ما اموری مباح را برات میگم که در دیگر روزا بالکل مباح است، خود در این روز تو فتوا بده که جایز است. ماهی خریدن دیگر روزا جایز است یا نیست؟ جلبی خریدن، هدیه به کسی دادن، به نامزاد کالا بردن جایز است. تو مولوی سبینیالی بگو که در این روز نوروز اگر همین چیزا را خاص میکنه و به این روز میده، این برای چی میده؟ برای چی میده؟ تو برام بگو جواب، برای تعظیم نوروز میده یا نمیده؟ تعظیم نوروز، تجلیل نوروز، تجلیل نوروز فتوا بده که حلال است یا حرام؟ نکو، با یک فتوا یک سخن میگی، الله اکبر، یقین بکو در تحترین طبقه جهنم می تابش. بفهمی مردم به شرک دعوت نده، مردم به شرک دعوت نده. چند روپه تکه سبز با یک چوب چنار، علم شریف گفته ناره تکبیر جلوه میدی که یک مراسم اسلامی است؟ بگو، جواب بگو. شما چی میکنی؟ ملت خدا عزت میدهد؟ این ملت جور میشود؟ یک دانه سوته را بگی، از او تکار دور میتن، دور میتن، دور میتن، احمقا واره دیگه، او کشش میکنه، او طرف او کشش میکنه، او طرف او کشش میکنه، یک دیوانگی محضی اونجا شروع کردن. باز نگه راستش بکنه، راستش بکنه، کلت نشود. کلت چی میشه؟ حکومت چپه میشود. تو برش بزن، حال، مقال و ویلا رو برش شروع بکن. ما از دین چی جور کردیم؟ دین بزرگ در جنده در خرافات داخل میشود. از او که باز خلاص شوی، این کسایی که خودم منتسبین به دین میدانند، نه؟ بازی ها در هر جای یک مزار جور میکنند. امروز به اصلاح برین که در روپیان شریف جنده بالان میشود، دیگر جا به اینجا میگه کرده کارت سخی بلند میشود، دیگر جا برین که در شاید شمشیره بلند میشود. زیارتیت شاید شمشیره، زیارتش خیلی جور است یا مسجدش؟ یک تشنابی سی نداره و میقدر اولاست. کدام حالت است؟ مزار بی روزه شه، در کدام روزه برش میگه؟ آیا قبر تفاوت داره؟ در شهدای صالحین جنده تان بالا میشه، از کجا میبره او جنده را؟ خبر داری؟ ملاها قطش یک جای میباشه، قسم بده شه، شما را بلا قسم پیغمبر صحابه ای عمل کرده، ای بیرق سری قبر بالا شده. حجاج کرام رفته در مدینه منوره یا نی؟ در مکی مکرمه رفته یا نرفته؟ بغیر از قبر عثمان را دارن که اونم ترکا بنابر جهالتشان اموره پخته کرده، یک قبر دیگره شما پخته یا بیرق میبینی سرش؟ عربستان خیلی پیسه داره، خیلی غنی است، پیسهش اونجا زکات خور پیدا نمیشه، کمیتا جور شده که در مملکت های دیگر زکاتشان انتقال میده. اما تو چرا؟ سخت حماقت داخل شده داری دنی مردم. یعنی چی؟ که چی گفت؟
برنجار سای با والا که در روی سان پخته میکنن صحیح شده که ما دین همی خیالش میکی دین است. ارگو که از دین این تو چیز جور شد، این دین میتونه حکومت بکند، این دین میتونه رفاه را بیارد، این دین میتونه استعمار را بکشد، این دین میتونه که عزت برای اطبایش بدهد به این شکل. این که تو چیز چطیات را ذکر میکنه و این کلش عنوان دین میده، با این دین میتونه خدمت بکنه. بنابراین عزیزایی کلش نافهمی برای دین است. بین این دین را بشناسیم، بین به دین چنگ بزنیم، مصادیق دین را دقیقا بگیریم، فهم خود را در رابطه با دین چی بکنیم بالا ببریم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خدا میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن آسان کردیم، های پندگیرنده است، برو دیگه مراجعه کنیم. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن تفسیر کرده آسان است، مراجعه بکن. و کتابای تفسیر و شروع حدیث مراجعه بکن. ما این کار را شروع نکردیم، بلکه سر شعر میگیم. شعر هر جا بری که شعر جای قرآن گرفته. مثلا این نوروز است، حضرت حافظ سلمی که زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغی دل برافروزی. فهمیده شد شعر جای قرآن گرفته، حکایت های مفت و دروغین جای قرآن و سنت را گرفت، مداحی های بیمعنا جای قرآن و سنت را گرفت. از جمله سنت های دیرین افغانستان یا به عباره دیگه میتونم بگویم که یکی از مهمترین رسوم و رواج و جشن های ملی و طبیعی مردم آریانا امی نوروز باستان است. پس دین این چیز شد، دین فراموش شده، دو یک قصه های مفت مفت است. دین تو به این خرافات داخل می شود. الهی و خلاقی، الهی و خلاقی.